سرخط خبرها. نزدیکی قایق‌های ایرانی به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس. ارتش آمریکا رفتار سپاه پاسداران را خطرناک خواند. آمار دولتی از ادامه کاهش بحران کرونا در ایران. وزارت بهداشت میگوید آمار استانی را به خاطر تفسیرهای متفاوت از نتایج آزمایش‌ها اعلام نمی‌کند. برآورد سازمان بهداشت جهانی از بحران کرونا در اروپا. اوضاع در هفته‌های پیش رو وخیم خواهد بود. و کمک به نظام بهداشت و درمان با قدم‌های لرزان. کهنه سرباز بریتانیایی در آستانه 100 سالگی با دور زدن حیات خانه‌اش 15 میلیون دلار جمع کرد. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. نیروی دریایی آمریکا میگوید قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس مانورهای خطرناک و آزارنده‌ای در نزدیکی کشتی‌های آمریکایی انجام دادند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته تعدادی قایق نیروی دریایی سپاه چند بار با سرعت زیاد به آنها نزدیک شدند. در ماه‌های گذشته تنش‌های نظامی بین ایران و آمریکا تشدید شده و ایران تأکید کرده که نیروهای آمریکایی باید منطقه را ترک کنند. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. یکی از 11 فروند شناور نظامی ایران در فاصله نزدیک به 6 فروند ناو جنگی آمریکا در خلیج فارس. دوشکایی که روی قایق سوار است رو به ناو آمریکایی نیست، اما انگشت اشاره مأمور نظامی روی قایق ناو آمریکایی را نشانه رفته. آمریکایی‌ها میگویند در آب‌های بین‌المللی شمال خلیج فارس مشغول مانور بودند. این اطلاعیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا. آنها میگویند قایق‌های سپاه مکررن از فاصله خیلی نزدیک و با سرعت زیاد از جلو و عقب کشتی‌های آمریکایی رد شدند. از جمله یک بار از فاصله 45 متری کشتی پولر و 10 متری دماغه ماوی. آمریکا میگوید به این شناورها هشدار داده و این قایق‌ها حدود یک ساعت بعد به تماس رادیویی پاسخ دادند و از کشتی‌ها فاصله گرفتند. ارتش آمریکا میگوید این اقدام تحریک‌آمیز بوده و خطر سوء محاسبه و برخورد در دریا را افزایش خواهد داد. به گفته ارتش آمریکا، نیروی دریایی، گارد ساحلی، تفنگداران دریایی و ارتش از اواخر ماه مارس، یعنی حدود 2 هفته پیش، مشغول مانورهای مشترک در شمال خلیج فارس بودند. 2 سال است که رویارویی‌های این چنین در خلیج فارس میان دو طرف کاهش پیدا کرده. این نزدیکترین مواجهه دو طرف ایران و آمریکا در روزهای اخیر است. البته این بار در دریا. مرسد کهن روز، بی بی سی. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل بریتانیا با ما هستند. آقای آریان، این مانوری که آمریکا میگه 2 هفته در جریان بوده، چه نوع شناورهایی در این مانور حضور داشتند که باعث حساسیت سپاه شده؟ 6 فروند ناو و ناوچه در این مانور بودند. یکی از اونا ناو پولره که در واقع با وزن جابجایی حدود 80,000 تن یک پایگاه مقدم شناوره، یعنی از این ناو استفاده میکنن برای عملیات ویژه در خلیج فارس اگر بخواد صورت بگیره. بعد یه ناوشکن همراهشون بوده، ناوشکن هامیلتون که ناوشکن بسیار پیشرفته است، به اضافه 4 فروند ناوچه که در کل و با توجه به جایی که مکانی که این رزمای صورت گرفته در شمال خلیج فارس یک مانور قابل ملاحظه است، ضمن اینکه برخی از واحدهای زمینی و هلیکوپترهای آپاچی نیروی زمینی آمریکا هم در این مانور برای هماهنگی شرکت داشتند. معمولاً روند بررسی چنین رویارویی‌های چیه و مثلا وقتی که چنین صحنه‌هایی که اتفاق میفته طرفین به هم چه هشدارهایی میدن؟ خب این مانور به هر حال حساسیت سپاه پاسداران رو برانگیخته، از این نظر قابل توجیه که میخواد بفهمه چی هست.
ولی اون کاری رو که سپاه پاسداران انجام داده نادرسته. برای نمونه وقتی که این قایق‌ها همینطور که در گزارش شما منظور شد نزدیک میشن به اون فاصله های نزدیک به ناوهای آمریکایی، روش جاری اینه که اخطار صوتی میدن، بوق ناو رو به صدا در بیارن، بعد اخطار رادیویی میدن تو مدارهای مخابراتی بین‌المللی و بعد تیراندازی میکنن، تیراندازی اخطار. اگر هیچ کدوم اینا جواب نده به فرمانده ناو تصمیم بگیره که ناوش در خطره، این منجر میشه به تیراندازی مستقیم به این واحدا که یعنی درگیری. و این گونه درگیری ها با توجه به پیامد اونها و کنش واکنشی که رخ میده میتونه به یک درگیری تمام عیار منجر بشه. بحران کرونا در جهان اولویت بسیاری از کشورها رو تغییر داده، از جمله ایران و آمریکا، اما آیا ایران همچنان به دنبال تنش هست یا آمریکا؟ به رغم اینکه ما واقعا تو این هیس و بیس کرونا هستیم، تنش بین ایران و آمریکا در یکی دو ماه گذشته بالا گرفته، یکی در ارتباط با اونچه که در عراق اتفاق افتاد و یکی دیگه گزارش های مبنی بر اینکه مایک پومپئو پیشنهاد کرده بود که ما بایستی از این موضوع کرونا استفاده بکنیم و برخی از مواضع ایران رو با توجه به تحرکاتی رو که داره در جنگ نیابتی اینا هدف قرار بدیم. به اضافه اینکه برای اولین بار در ماه گذشته ما متوجه شدیم که فرمانده سنتکام خواسته و دو ناو هواپیمابر در منطقه بودن که اینم تقریبا بی سابق است و همه اینها برای این بوده که احتمال می رفت که بخوان با ایران درگیر بشن، یا اینکه احتمال میدادند که ایران دست به نوعی عملیات در چارچوب جنگ نامتقارن علیه آمریکا بزنه. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل بریتانیا، متشکرم از شما. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده از دیروز بیش از 1600 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 92 نفر هم جان باختند. دولت ایران رقم مبتلایان و قربانیان کرونا را بسیار کمتر از آمار موارد مشابه در اروپا و آمریکا گزارش می‌کند و می‌گوید دلیلش مدیریت بهتر بحران در ایران است. امروز مقامات درباره دلایل اعلام نکردن آمار مبتلایان به تفکیک استان‌ها هم توضیحاتی دادند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. آنچه دولت ایران فاصله گذاری هوشمند نامیده در ایران رعایت نمی شود. این تصاویر را امروز تلویزیون ایران از ازدحام مردم مقابل بانک ها و مغازه ها و کسب و کارها نشان داده. از وقتی دولت اعلام کرد زندگی به حالت اول باز می گردد، دیگر خبری از خلوتی ها و خانه نشینی ها نیست. کارشناسان بهداشتی نگرانند این شلوغی ها موج دیگری از ابتلا و مرگ و میر را به دنبال بیاورد. چنانچه امروز اعلام شد مراجعات به بیمارستان ها مثلا در استان البرز بیشتر شده، ولی آمار روزانه ابتلا و مرگ و میرها به تفکیک استان در ایران اعلام نمی شود. معاون وزیر بهداشت گفت دلیل اعلام نشدن آمار استانی این است که دولت نگران است مردم به استانهایی بروند که مبتلا کمتر دارد. با این حال منتقدان میگویند که تفکیک نشدن آمار استانی باعث شده درستی آمار دولتی به سختی قابل سنجش باشد. تردید نسبت به آمار رسمی را میتوان از میان روایت‌های منابع محلی و از لابلای گفته‌های بعضی از مسئولان نیز پیدا کرد. میزان در واقع مرگ و میری که حداقل ما خبر داریم در شهر تهران داره اتفاق میفته و در واقع آماری که وجود داره اصلا با عددهایی که داره در سطح کلان در واقع بیان میشه نمیخونه. میگن رئیس جمهور ایران گفته وضع ما از اروپا بهتره. خب بله بهتره. دولت تاکید دارد که آمار نسبتاً پایین‌تر موارد ابتلا و مرگ و میر آمار دقیق هستند و شرایط را بهتر از اروپا مدیریت کرده و الان نیز تعداد تلفات روزانه را به زیر 100 نفر رسانده. در 24 ساعت گذشته ما متاسفانه 92 نفر از هموطنان عزیزمون از مبتلایان قطعی به این بیماری رو دیگه در جمع خودمون نداریم. از نعمت حضور این عزیزان هم محروم شدیم و تا این لحظه با احتساب این 92 عزیز از دست رفته 4869 نفر در کشور بر اثر ابتلای قطعی به این بیماری جان خودشون رو متاسفانه از دست دادن. این آمارهای رسمی نسبتاً کم در کنار از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ممکن است باعث اطمینان خاطر بعضی از مردم شود.
جایی که وجود نداره. ولی تلاش دیروز سپاه برای اطمینان دادن به افکار عمومی چندان موفق نبود. وقتی سپاه اعلام کرد دستگاهی ساخته که ویروس کرونا را از 100 متری تشخیص می‌دهد. امروز وزارت بهداشت ایران گفت برای چنین دستگاهی هرگز مجوز صادر نکرده است. سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر آرش شعلایی، مدیر مؤسسه بین المللی سلامت و آموزش از نیویورک با ما هستند. آقای دکتر، این روند آمار رو که رو به کاهش هست رو چطور ارزیابی میکنید؟ هلو آقای علایی، صدای من رو میشنوید؟ آقای دکتر صدای من... خب متاسفانه ارتباطمون برقرار نیست با آقای علایی. آقای علایی بله. صدای من رو میشنوید آقای دکتر؟ بله. خب بله. خیلی خوشحالم که ارتباط برقرار شد. این روند رو به کاهش آمار رو در ایران چطور شما ارزیابی میکنید؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتان. ببینید، تخمین هایی که قریب به واقعیت توسط مدل های ریاضی و بر اساس یافته‌هایی که از مرگ در بین افراد مبتلا به کووید 19 در سایر کشورها نشان میده، در ایران اوائل فروردین حدود 400 هزار مبتلا بوده. اوائل فروردین سیاست‌هایی که اجرا شده نه قرنطینه کامل بوده و نه ایزولیشن کامل بوده، و بعد از تعطیلات هم ما میبینیم که یک مدتی که فاصله فیزیکی بود اون هم داره برطرف میشه. پس هیچ گونه فعالیتی که داله بر کنترل بیماری باشه از لحاظ پیشگیری نبوده. ضمن این که تعداد افرادی هم که تشخیص شدن به اون عدد 400 هزار نه تنها نرسیده بلکه فاصله زیادی داره. حالا چطور شده که تعداد تشخیص روزانه و تعداد فوت کم داره میشه؟ باید این را از چند منظر بررسی کنیم. اول بیاییم با این پیشفرض بریم جلو که این عدد دقیقا همون عددیه که دست وزارت بهداشته. حالا اگر این عدد دقیقا همون عدده و وزارت بهداشت همون عدده داره ارائه میده، این احتمال چند تا مشکل داره. یک، شاید تعداد تست های تشخیصی کم شده. دو، شاید تعداد تست ها کم نشده ولی کیفیت تست ها کم شده. ما میدانیم که بعضی از تست های چینی که به اروپا رفت 30% فقط قدرت تشخیص داشت و 70% خطا داشت. سوم این که شاید تست ها در جاها، در شهرها یا در بین افرادی داره تست میشه که درست نیست، باید میرفت به گروه های دیگه. و در نهایت ما باید ببینیم که آیا نمونه گیری ها درسته یا نه. پس این چهار فرض هست اگر آمار دقیقا همون آماریه که وزارت بهداشت داره. ولی یک پیشفرض دیگه هم داریم که شاید وزارت بهداشت یک آمارای دیگه ای داره و مهندسی آمار میشه. نکته مهم اینه که اگر وزارت بهداشت بخواد واقعیت ها رو بگه، باید دو تا عدد دیگر هم اضافه کنه. تعداد افرادی که سندروم حاد تنفسی گرفتن، فوت در بین آنها، در کنار افرادی که قطعا تشخیص شدن با کووید 19 و فوت بین آنها. اگر این چهار عدد رو وزارت بهداشت روزانه یا ماهانه بده، اون موقع میشه واقعا تحلیل کرد بیماری رو به کنترل یا رو به گسترش. رونمایی سپاه از چیزهای مثل دستگاه ویروسیاب، این واقعا معنیش چیه به نظرتون؟ ببینید، سیاستی که الان دولت در پیش گرفته که افراد به سر کار برن و امکان نداره که بتونن کنترل کنن تماس‌های نزدیکه، یعنی این همون همگیری عمومیه. وقتی که همگیری عمومی باشه، باید دسترسی به تست و تشخیص خیلی زیاد بشه. حالا با توجه به این رونمایی که شده، به نظر میرسه که نگاه بر اونه که نتوانستن تست‌های لازم رو در مکان‌های مناسب داشته باشن و رفتن سراغ این که یک کشفیاتی بشه که دستگاهی بیاد که بتونه همگیری و مکان ویروس رو تشخیص بده. ولی خب ما میدونیم که در واقعیت علمی اینجور دستگاهی که از فاصله دور بتواند ویروس را هم تشخیص بده ظرف 5 ثانیه و هم مشخص کنه که این ویروس در تمرکزش کجاست، نه تنها برای ویروس کووید 19 بلکه برای بیماری‌های مثل سل که بیش از 100 سال شناخته شده است یا سایر میکروب‌ها، نداریم اینجور دستگاهی.
باید این دستگاه بیاد راستی آزمایی بشه و اولین متولی که باید این دستگاه راستی آزمایی کنه به نظر من یک خود پزشکان متخصص خود سپاهه، چون اونجا هم پزشکان و متخصصانی هستن. دو وزارت بهداشت، یعنی وزارت بهداشت به عنوان متولی و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت باید بیاد و اگر این دستگاه مورد اطمینان بود، خب یک تحولی در کل جهان خواهد بود. ممنونم از شما دکتر آرش علایی، مدیر مؤسسه بین‌المللی سلامت و آموزش در نیویورک. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. آمریکا نزدیک شدن قایق‌های سپاه پاسداران به ناوهای این کشور در خلیج فارس را خطرناک خواند. وزارت بهداشت ایران میگوید به خاطر تفسیرهای متفاوت از نتایج آزمایش‌ها آمار استانی مبتلایان به کرونا را اعلام نمی‌کند. در ادامه برنامه، پیاده روی کهنه سرباز 100 ساله در حیاط خانه‌اش برای جمع‌آوری کمک به نظام درمانی بریتانیا. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده اروپا همچنان در میانه بحران کرونا است و اوضاع در هفته‌های پیش رو وخیم خواهد بود. به گفته این سازمان شمار مبتلایان ثبت شده در این قاره طی 10 روز تقریبا دو برابر شده و به حدود 1 میلیون نفر رسیده، یعنی حدود نصف آمار جهانی، در حالی است که بعضی از کشورهای اروپایی برای کاهش تدریجی محدودیت‌هایی که برای کنترل شیوع کرونا وضع شده اقدام کردند. تازه‌ترین اوضاع و احوال اروپا و چند جای دیگر جهان در گزارشی از آنایتا شمس. در یک طرف دنیا کاهش محدودیت‌های رفت آمد را شاهد هستیم. سمت دیگر اما مردم در حال آماده شدن برای سخت‌ترین شرایط هستند. قبرستان‌هایی که بزرگ و بزرگتر می‌شوند، اما هنوز برای نقطه اوج اپیدمی آماده نیستند. آخرین خداحافظی که هرگز فکر نمی‌کردند این گونه باشد و ترس از آینده. من تا الان این بیماری رو جدی نگرفته بودم و باور نداشتم، ولی حالا که برای خانواده خودم پیش اومده تازه فهمیدم چقدر جدیه. 27 کشور اروپایی در اتحادیه اروپا الگوهای اقتصادی و درمانی متفاوت دارند. به همین دلیل قرار شده هر کشور به طور مستقل در مورد لغو یا کاهش محدودیت‌هایی که برای کنترل شیوع کرونا وضع شدند تصمیم بگیرد. تعداد جانباختگان در آلمان از کشورهای همسایه‌اش کمتر بوده، حدود 4000 نفر. حالا محدودیت‌های رفت آمد در اینجا کاهش پیدا می‌کند. مدارس کمتر از 3 هفته دیگر باز می‌شوند، اما هنوز فاصله گذاری اجتماعی برای 2 هفته آینده ادامه خواهد داشت و توصیه شده در اماکن عمومی از ماسک استفاده شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرده که کاهش محدودیت‌ها به معنی برگشتن به زندگی عادی نیست. ایتالیا که با حدود 22 هزار قربانی بدترین اوضاع را در بین کشورهای اروپایی داشته، حالا کم کم در حال کم کردن محدودیت‌هاست. در ونیز چند کتاب فروشی باز شده و امید به زندگی زیر آفتاب درخشان کم کم شکل می‌گیرد. فرانسه هم که تا به حال شاهد بیش از 17 هزار قربانی کرونا بوده، حاضر نیست هیچ ریسکی را بپذیرد و محدودیت‌ها را تمدید کرده. در دانمارک که کرونا حدود 300 قربانی گرفته، پیش دبستانی‌ها به مدرسه برگشتند. محدودیت‌ها کم می‌شوند، اما نگرانی از آینده برای مردم و مقامات وجود دارد. در آمریکا که با ثبت مرگ حدود 30,000 نفر رکورددار شمار قربانیان کرونا در جهان است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری می‌گوید نقطه اوج اپیدمی را پشت سر گذاشتند و او آماده است تا چرخ اقتصاد را دوباره به گردش در بیاورد. اما صدای آژیر آمبولانس‌ها در شهر هنوز در دل بسیاری وحشت می‌آفریند و ترس از اینکه فردا یکی از همین آمبولانس ها پشت در خانه خودشان بایستد. این افراد گردشگر نیستند، بلکه کادر خدمات درمانی هستند که از سراسر آمریکا به این شهر کرونا زده برای کمک آمدند. بریتانیا در حالی برای تمدید 3 هفته‌ای قرنطینه آماده می شود که ظاهراً در راه رسیدن به نقطه اوج این اپیدمی است.
مت هنکاک وزیر بهداشت بریتانیا میگوید با اینکه نمودار افراد مبتلا و جان باختگان ثابت شده، اوج بیماری هنوز کاهش نداشته. بنابراین اگر محدودیت ها کمتر شوند، ویروس بار دیگر شیوع پیدا می کند. از زمان شیوع ویروس کرونا دست کم نزدیک به 13,000 نفر در بیمارستان های این کشور به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در بعضی مناطق جهان محدودیت ها کم می شوند، اما نگرانی از مراکز پرتراکمی مثل زندان ها هنوز وجود دارد. جایی که فاصله گذاری اجتماعی معنا ندارد و ویروس هم در این همهمه راه گریزی ندارد. آنایتا شمس، بی بی سی. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی می گیریم. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان دولت را نگران کرده. دیروز اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از مردم خواست تا در خانه بمانند و از تجمعات و رفت و آمدهای بیجا خودداری کنند. وزارت صحت افغانستان با اعلام ابتلای 56 نفر دیگر گفته شمار مبتلایان ثبت شده به 840 رسیده. 37 نفر آنها در کابل بودند. صندوق بین المللی پول در مورد توقف رشد اقتصادی آسیا برای اولین بار در 60 سال گذشته هشدار داده. به گزارش این نهاد، شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی بی‌سابقه‌ای بر بخش‌های خدمات و صادرات کشورهای منطقه خواهد داشت. پیش‌بینی شده که توقف رشد بسیار بدتر از بحران مالی آسیا در اواخر دهه 1990 میلادی باشد. گارد ساحلی بنگلادش از نجات بیش از 180 پناهجوی روهینگیا پس از بیش از 2 ماه سرگردانی در دریا خبر داده. به گفته مقامات بنگلادش بیش از 20 سرنشین این قایق که راهی سواحل مالزی بودند جان باختند. هنوز مشخص نیست مبدأ حرکت آنها بنگلادش بوده یا میانمار. رسانه‌های بنگلادش میگویند این قایق را گارد ساحلی مالزی برای مقابله با شیوع کرونا باز کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید باید همه زندانیان این گروه آزاد شوند تا راه مذاکرات بین الافغانی هم باز شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم به بی بی سی گفته دولت افغانستان سر راه صلح مانع ایجاد میکند. دیروز اشرف غنی رئیس جمهوری از طالبان خواست که به آتش بس تن دهد. در همین حال این گروه امروز 20 نفر از افراد دولت را که زندانی کرده بود در ولایت لغمان آزاد کرد. فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل از همین شهر با ما هستند. آقای هاشمی، ادعاهای دولت و طالبان در مقابل یکدیگر نشانه چیه؟ آقای هاشمی، نمیدونم صدای من رو میشنوید یا نه. متاسفانه صدا شما نداشتم. الان میشنوید. من سوالم رو تکرار میکنم. میخواستم بپرسم که ادعاهای دولت و طالبان در مقابل هم نشانه چیه در چنین شرایطی؟ من سوال شما کامل نداشتم، ولی برداشتم از سوالتان نیست که ادعای دو طرف چطور است. خب اگر از موقف حکومت افغانستان صحبت باشه، خب افکار عمومی تاثیرگذار هستند بر بحث آزادی زندانیان طالبان و ضمانت های اجرایی که برای آزادی زندانیان باید وجود داشته باشه، و از طرف طالبان ادعا بر این است که 5000 زندانی باید یک جا آزاد شوند که اینجی مشکل ایجاد میکنه. در واقع چیزی که بر دولت افغانستان فشار زیادی وارد میکنه افکار عامه است بر روند چگونگی آزادی زندانیان. چه اپوزیسیونی که در وجود داره در جامعه افغانستان و چه جامعه مدنی به شدت بر بحث آزادی زندانیان بدون قید و شرط فشار وارد کرده و این تاثیرگذار بوده بر موقف دولت افغانستان در خصوص آزادی زندانیان طالب. و بحث ضمانت اجرا تضمینی است که در واقع این افراد دوباره به صفوف طالبان برنگردند که دولت از این منظر تحت فشار بوده است و تاثیرگذار بوده بر رفتار دولت افغانستان. و از طرف دیگه طالبان هم یک ترس جدی دارند، او است که در واقع بحث مبارزه با کرونا و افکار عامه که در سطح جهانی به او طرف حرکت کرده و کمتر مسئله افغانستان پیگیر هسته، موافقتنامه صلح طالبان و آمریکا تا حدود زیاد زیر تاثیر ببره. در وضعیت کنونی چقدر امکان پیشرفت یا آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود داره؟ ببینید، در خود افغانستان و کسانی که درگیر مسائل صلح در افغانستان بودن، به باور من موضوع مبارزه با کرونا و بحران جهانی که برخواسته از مبارزه با بحران کرونا است،
باعث شده که تا حدود زیادی مسائل صلح در افغانستان به حاشیه بره در افکار جهانی و سیاستمداران مثل ایالات متحده آمریکا. اما در نکته دیگری هم که باید بهش اشاره کرد، موقف دولت نسبت به گذشته در ماه گذشته وقتی که موافقت نامه صلح آمریکا و طالبان مطرح شد، میشه گفت که موقف دولت تا حدود زیاد قوی تر شده. یعنی دولت افغانستان تانسته تا حدود زیادی مدیریت کنه بحث صلح در افغانستانه و در این زمان گروه طالبان خواسته هایی که مطرح کرده بودند تا حدود زیادی در موافقت نامه صلح با آمریکا میشه گفت غیر واقع بینانه بود یا بیش از اندازه به منافع و در واقع اهداف طالبان اهمیت داده شده بود. در نتیجه حالا که دولت افغانستان طرف مذاکرات صلح واقع شده به شکل جدی‌تر، میشه گفت که این روند کنتر شده، ولی انتظار اساسی ایست که این روند به نتیجه مطلوب دست پیدا کنه. متشکرم از شما فردین هاشمی، استاد دانشگاه در کابل با ما. در بریتانیا عده زیادی در تلاشند تا برای کمک به سیستم بهداشت عمومی کاری بکنند. از جمله یک افسر بازنشسته 99 ساله به نام تام مور. او گفته قصد دارد به مناسبت تولد 100 سالگی تا روز تولدش 100 بار دور حیات خانهش پیاده روی کند. طول حیات خانه تام 25 متر است. او امروز این تلاش را کامل کرد و موفق شد 15 میلیون دلار کمک جمع کند. دیوید سیلیتو خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد. سروان تام مور 99 سال سن دارد و می‌خواست تا تولد 100 سالگیش 100 بار دور حیات خانهش بچرخد. اول هدفش جمع کردن 1000 پوند برای خیریه‌های NHS بود. دیروز به او گفتند که پول جمع شده به بیش از 5 میلیون پوند رسیده. خیلی فوق‌العاده است. از همه مردم برای کمکشون به سیستم درمانی متشکرم. به هر پنی اون نیازه و کادر درمانی لیاقتش رو داره. 2 ساعت بعد 1 میلیون پوند دیگر هم جمع شد و هر لحظه میزان کمک‌های جمع‌آوری شده بیشتر شد. امروز توانست بسیار زودتر از موعد 100 دور را کامل کند. بیش از 12 میلیون پوند کمک جمع شد. او گفته به هدفش رسیده، اما تا زمانی که کمک‌ها برسند به راه رفتن ادامه می‌دهد. دیوید سیلیتو، بی بی سی نیوز. رسیم پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.